خب این فرشته است، یکی از بچه های کاناله، 25 سالشه، کارشناس مدیریت مالی و یک یوتیوبر تازه کار. فرشته بچه ها بدون نمایش چهره خودش ظرف فقط 5 ماه تونست از یوتیوب فارسی به درآمد برسه. امروز کانال یوتیوبی فرشته رو بررسی میکنیم، اینکه ایدهش چی بوده، چالش های کارشتیان، چطور درآمدش رو از یوتیوب نقد میکنه و چقدر درآمد داره. همه این تجربیات ارزشمند تو این قسمت. با من همراه باشید. مخاطبینم میدونن که ما تو انتهای فصل دوم آموزش‌ها یه گروه واتساپی رو اندازی کردیم و تو اون روزها من تو یکی از ویدیوها دعوتتون کردم که اگه یوتیوبر تازه کار هستید درخواست بدید تا شما رو عضو این گروه کنم. این گروه در حال حاضر چیزی در حدود 241 عضو داره که عموما یوتیوبرهای تازه کار هستن. قرار بر این شد که هر کدوم از بچه‌های این گروه که به درآمد میرسه کانالشون رو اینجا معرفی کنم تا هم یه حمایتی از اون یوتیوبر تازه کار کرده باشیم و همین که از تجربیاتش استفاده کنیم. اولین کانالی که تو این گروه مانیتایز شد کانال امیر بود که یه ماه پیش معرفیش کردم. بد نیست از همین فرصت استفاده کنیم و درآمد امیر رو تو یه ماه گذشته ببینیم. درآمد امیر تو 28 روز گذشته تقریبا $100 بوده بچه‌ها، که کاملا طبیعیه. ما از یه کانال تازه تأسیس نهایت انتظاری که داریم برای ماه اول همین $100 تا نهایت $150. در خیلی از مواقع هم حتی اصلا از اینم کمتره. اگه درآمد روزانش رو ببینیم میبینید که بچه‌ها تو 7 فوریه امیر تونسته درآمد $8 رو تو یک روز تجربه کنه که تقریبا بیشترین درآمدشه. حالا اگه بتونه هر روز $8 در بیاره، که تو ماهای بعد این اتفاق واسش میفته چون رسانش مدام در حال بزرگ شدنه، اگه روزی $8 رو فیکس بکنه، استیبل بشه روش، میتونه درآمدش رو به $200 تا $300 به راحتی بکشونه. اگه دوست دارید بدونید که ایده امیر چی بوده و ظرف چند ماه به درآمد رسیده، ویدیو قبل رو ببینید که لینکش رو بالا میذارم. برگردیم سر کانال فرشته، کانال 60 ثانیه. فرشته 6 ماه پیش این ویدیو من رو میبینه بچه‌ها. عنوان ویدیو این بود: آسون ترین ایده برای کسب درآمد از یوتیوب. حالا این آسون ترین ایده چی هستش؟ من تو این ویدیو بهتون گفتم که راحت ترین کاری که هر کس میتونه انجام بده بالا آوردن یک رسانه خبریه. اخبار بگید، اما نه هر خبری، اخبار و حواشی سلبریتی ها و آدم معروف ها رو بگید، چون این خیلی طرفدار داره. وقتی یه خبر وایرال میشه مردم شروع میکنن به سرچ کردن در مورد اون خبر. حالا کافیه شما اون خبر رو پوشش بدی، دیده میشی. فرشته بین صدها ایده و راهکاری که تو این کانال من معرفی کردم همین ایده رو چسبید بچه ها، و نتیجهش این شد که ظرف 5 ماه کانالش مانیتایز شد با چیزی در حدود 98 ویدیو لانگ. عموما ویدیوهای فرشته زیر 2 دقیقه بودن، چون که اصلا ماهیت کانالش همینه، ایده کانالش همینه، میگه که من تو 60 ثانیه حالا خبر رو بهت میدم، و گفتم 98 تا لانگ و 45 تا هم شورت، با این تعداد از ویدیو تونست کانال رو به درآمد برسونه. بیاید یک از ویدیوهای فرشته رو یه مقدار با هم دیگه ببینیم تا با سبک تولید محتواش آشنا بشیم. سلام و درود خدمت همراهان همیشگی اخبار 60 ثانیه. جدال باز هم حاشیه ساز شد. صوتی جنجالی جیدال باعث واکنش های زیادی از طرف دیگر رپرها شده. حالا بیایید از روز اول بهتون نشون بدم که چه اتفاقی واسه این رسانه افتاده. ببینید روز اول فقط 7 دونه بازدید گرفت. روز دوم بازدیدها شد 32 تا. روز سوم 38 تا. تقریبا یک ماه بعدش یه روز خوب داشت. یکی از ویدیوهاش وایرال شد تا 7000 تا بازدید گرفت. مجدد 1 ماه و 10 روز بعدش یه اتفاق خوب دیگه افتاد. یکی از ویدیوهای دیگه‌اش وایرال شد. 27000 تا بازدید فقط توی یه روز گرفت. خیلی آمار خیلی زیادیه برای کانال تازه تأسیس. حالا درآمد کانال فرشته که کانال خبری هستش چقدره؟ الان که دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم 2 روز بیشتر از به درآمد رسیدن کانال فرشته نمیگذره. نمیشه آمار خیلی دقیقی ارائه داد بچه‌ها. اما بیاید RPM همین 2 روزش رو خب ببینیم. RPM این 2 روز شده $1.6. یعنی به ازای هر 1000 بازدید از ویدیوهای بلند فرشته تا $1.5 نصیبش میشه. این درآمد تقریبا با درآمد یک گیمر برابری میکنه. عموما گیمرها هم تو یوتیوب RPMشون بین 1.5 تا $2.5 در حال حاضر. کانال‌های خبری خیلی عجیبن. شما میبینید که حتی فرشته تو بعضی از ویدیوهاش RPM $13 داره، که من خیلی کم دیدم چنین چیزی رو، یه همچین RPM بالایی رو. یعنی اگه همین ویدیو 10000 تا بازدید بگیره تا $130 میتونه پول بسازه. خب این از خوبیای این ایده. حالا بریم سراغ چالشاش، سراغ مشکلاتش.
بیاید یه نگاهی به پربازدیدترین ویدیوهای فرشته بندازیم. واسه یه کانال تازه تأسیس که 1000 تا بیشتر اشتراک نداره، خیلی عجیبه که ویدیوهایی داشته باشه که 34000 بار دیده شده، 31000 بار دیده شده یا 18000 بار دیده شده، 15000 بار دیده شده. خیلی ویو خورده. ما اصلا تو سایر ایده های همچین چیزی رو نداریم که اینقدر بخوام ویدیوها وایرال بشن. اما چه اتفاقی افتاده؟ واضحه که خب یه خبری بولد شده، ترند شده و فرشته اون خبر رو پوشش داده. مثلا خبر مرگ پسر خانم نسرین مقانلو، این خبر وایرال شده و فرشته اومده اون خبر رو پوشش داده. نتیجهش این شده که 34000 تا بخواد بازدید بگیره. اما این رو در نظر بگیرید که این ویدیو دیگه امروز بازدید نمیگیره ها، امروز دموده شده، در واقع خبر منقضی شده. بدبختی کانال‌های خبری اینه که ویدیوهای قبل دیگه بازدید نمیگیرن، چون یه خبر خیلی زود میمیره و به اصطلاح منقضی میشه. خب حالا اگه بخوایم ویدیوهای جدید فرشته رو ببینیم، بازدیداش رو ببینید بچه‌ها، بازدیدا شده 19 تا، 11 تا، 14 تا، 30 تا. چرا این اتفاق افتاده؟ در واقع تو کانال‌های خبری این اتفاق کاملا طبیعیه. در حال حاضر فرشته بازار نداره، چون هیچ خبر خاصی وایرال نشده، یعنی اصلا خبر نیست. پس رسانه تو بدترین شرایط خودش قرار داره. ممکنه همین فردا یه خبر مثل بمب بترکه و فرشته پوششش بده خیلی سریع و ظرف یه شب هزاران بازدید بگیره و این ماهیت یه رسانه خبریه. این رو هم در نظر بگیرید که کانال فرشته چون چهرش مشخص نیستش، هویت زیادی نداره. در نتیجه مخاطبین وفادار کمتری داره. این رسانه باید در آینده شاید یه فکری بکنه با نمایش چهره یا هویت دادن بیشتر به این کانال مخاطب وفادار بسازه، چون مخاطبین وفادار شما رو دنبال میکنن و همیشه یک ویو نسبی اون رسانه داره. مشکل دیگه فرشته این بود که شرکت‌های واسطه ایرانی برای نقد کردن درآمد قبولش نمی‌کردن. فرشته با شرکت‌های زیادی صحبت کرد، از اندروپی بگیر تا ارزیشو، مستر تیوب، دکتر یوتیوب، خیلی‌ها. اما همه میگفتن که تو اصلا اخبار رو پوشش میدی، برای ما گیر داره، کار سیاسیه مثلا، یا اینکه چون چهرهت مشخص نیستش کانالت مانیتایز نمیشه. همیشه بهتون گفتم جوینده یا بنده است، من هیچ وقت کانال یوتیوبی رو ندیدم که رو زمین بمونه. بالاخره بچه‌ها با یه شرکتی، با یه شخصی آشنا میشن تا اون کانال مانیتایز بشه، به درآمد برسه. فرشته هم بعد 3 هفته جستجو کردن بالاخره به یک شرکت تازه تأسیس برخورد که کانالش رو قبول کرد. بعضی از بچه‌ها فکر میکنن که ایده هایی مثل ایده فرشته که نمایش چهره نداره تو یوتیوب به درآمد نمیرسه، اما این اصلا درست نیستش. ممکنه که تو پیدا کردن شرکت‌های واسط به مشکل بر بخورید، اما یوتیوب خودش با این ایده ها مشکلی نداره و همونطور که دیدید کانال به راحتی به درآمد رسیده. این رو هم قبلا گفتم، باز بهتون تاکید میکنم که ساخت یک کانال یوتیوبی بر مبنای پوشش خبرها تقریبا جزء راحت ترین و آسون ترین راه ها برای به درآمد رسوندن یک کاناله. بارها تاکید کردم که شما تو هر ایده ای نمیتونی انتظار رشد تو کوتاه مدت رو داشته باشی، اما اخبار با توجه به ماهیتی که دارن، با توجه به اینکه خبر به خودی خود وایرال میشه، میتونه کمک زیادی به رشد شما بکنه. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. اگه سوالی داشتید ازم بپرسید تو کامنت ها، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید تا به محض آپلود ویدیو جدید از انتشارش مطلع بشید. به امید دیدار عزیزای دلم.